امروز میخوام راجع به امتحان جامعه با شما صحبت بکنم، اینکه کلا قضیه امتحان جامعه چیه، چی کار باید کرد، اصلا امتحانش چطوری و اینجور داستانا. توی ویدیوهای قبلی هم که در موردش صحبت کردم خیلی پراکنده بوده یا تجربه‌ام کامل نبوده یا به هر حال اطلاعاتم خیلی ناقص بوده. توی این ویدیو دیگه خیلی جامع و کامل میخوام قضیه امتحان جامعه رو براتون ببندم. توی این ویدیو همراه من باشین. سلام، بهفن هستم، دانشجوی دکتر دانشگاه مکمستر کانادا. اگه اولین بار یه ویدیو از این کانال می‌بینید خیلی خوشحال میشم کانال من رو سابسکرایب کنید. من سعی می‌کنم ویدیوهای هفتگی راجع به مباحث مختلف اپلای و زبان خوندن و زندگی دانشجویی تو کانادا بذارم. همچنین اینستاگرام من هم هست، اونجا هم یه سری مباحث مربوط به اپلای رو به صورت پست‌های اسلایدی می‌ذارم. خوشحال میشم اونجا هم شما رو داشته باشم. خب بریم حالا سراغ امتحان جامعه، که اصلا قضیه امتحان جامعه چیه و باید چیکار کرد براش. اول از همه بخوام امتحان جامعه رو تعریف بکنم. شما وقتی که یک سال یا دو سال از شروع تحصیل دکتراتون میگذره، ملزم هستید به اینکه این امتحان رو بدید تا یک جوری سطح سواد کلی شما به عنوان یک دانشجوی دکترا سنجیده بشه. منابع این امتحان و نحوه اعلام این امتحان و سایر موارد بستگی به دانشگاه و کشور امکان داره متفاوت باشه. چیزی که من اینجا میخوام روش مانور بدم الان نحوه امتحان گرفتن توی دانشگاه مکمستره، ولی بقیه دانشگاه ها قاعدتا شما نباید خیلی فرق فاحشی بینشون پیدا کنید، تقریبا این سی توی هلوش همین قضیه باید باشه. خب حالا در این امتحان ازتون میگیرن که بفهمن که آقا شما چقدر درسای پایه‌ای رو بلد هستین و کلن وضعیتتون چطوریه دیگه، مثلا یه چیزای مفهومی بیسیک پایه‌ای رو بلدین یا نه. حالا این امتحان اینجا چطوری برای من برگزار شد؟ هلوش دو ماه قبل از طریق ایمیل به هم گفتن که شما تاریخ 5 اکتبر امتحان کتبی رو دارین و 6 اکتبر امتحان شفاهی جامعه رو دارید. برای من 3 تا درس مشخص کردن، درس تحلیل سازه، درس آمار و احتمالات مهندسی و درس طراحی سازهای فولادی. گفتن که تو باید این 3 تا درس رو بخونی توی این یه ماه و نیم دو ماه و برای روز امتحان آماده بشی و به هر حال سوال از این درس ها میاد دیگه. حالا اینجا چه چیزایی میتونه با دانشگاه‌های دیگه فرق بکنه؟ بعضی دانشگاه اینطوری که مثلا تاریخ امتحان جامعه رو خود بچه‌ها میتونن انتخاب بکنن. خب این خیلی انعطاف پذیری میده دیگه. مثلا برای خود من به شخصه خیلی سخت بود، چون که تازه یک ماه از ترم در واقع دو من گذشته، ترم پاییز ترم دو من هستش دیگه، من از ژانویه شروع کردم و یه جوری وسط کورس، وسط درس من هستش، من تی ای هم هستم. یه خورده مدیریت کردن زمان و خوندن و به ریسرچ رسیدن یه خورده سخت بود. ولی خب اون دانشگاهایی که مثلا بچه‌ها میتونن خودشون انتخاب بکنن، خب خیلی خوبه دیگه. مثلا اگه آخر ترم دو باشه یا مثلا آخر ترم سه که دیگه بازی مثلا با درس و اینا تداخل نداشته باشه، خیلی میتونه کمک کنه به بچه‌ها. ولی خب دانشگاه مکمستر سیستمش اینطوریه که تاریخ رو برای شما انتخاب میکنه و همچنین درس‌ها رو هم برای شما انتخاب میکنه. یعنی اینم یه قضیه شاید جالب باشه. من چون به هر حال سازه دارم اینجا میخونم، 3 تا درس رو برای من انتخاب کردن و 3 تا درس کارشناسی هم برای من انتخاب کردن. حالا دانشگاه‌های دیگه مثلا من شنیدم، حتی مثلا رشته‌های دیگه تو همین مکمستر، این که مثلا 3 تا درس ارشد رو باید امتحان بدن یا 3 تا درس کارشناسی یا حتی درس‌ها رو خودشون میتونن انتخاب بکنن. اما برای اینجا تو مکمستر برای رشته عمران گفتش که شما 3 تا درس کارشناسی رو باید بخونی و به هر حال باید بیای امتحان بدی دیگه. به شخصه بخوام راجع به مثلا خوب بودن خوندن روی این امتحان بگم، مثلا اینکه خوندنش آیا مثلا فایده‌ای داشت برای من یا نه، یه درسش که درس تحلیل سازه حقیقتش به کار من نمیاد، یعنی من فقط مرورش کردم که ببینم آره اون مفاهیم قبلی چی هستش. درسی که خیلی برام خوب بود همین درس آمار بود بیشتر. خب به هر حال کار من کار ریسک و تحلیل خطر و تحلیل لرزه‌ای اونجور چیزاست. این درس آمار بود که یه مقداری به هم کمک کرد و یه سری مفاهیم پایه‌ای قبلی رو برام یاداوری شد، مثلا توضیح‌های نورمال چه شکلیه، انحراف معیار چطوری تعیین کنی، یه سری مفاهیم خیلی بیسیک، خیلی پایه‌ای در حد درس کارشناسی. من حتی خیلی پیشرفته‌ترش رو تو ارشد دکترا دارم یاد می‌گیرم. ولی خب در مجموع مثلا تنها فایده‌ای که میتونم امتحان بگم داشت همین بود. یه جوری یعنی مثلا اگه نبود شاید من الان بیشتر ریسرچ کرده بودم و مثلا ریسرچ هم جلوتر بودم. یه جوری نمیتونم بگم خیلی مثلا مفید بود خوندن این امتحان، یه چیز اجباری بود که آره خوندم و به هر حال امتحانش هم دادم و رفت. خب حالا شیوه خوندن برای این امتحان چطوریه؟ همونطور که گفتم برای من اسم درس ها اعلام شد، منتها یه نکته ای که اینجا هستش اینکه تو دانشگاه ما، حالا دانشکده ما بیشتر بخوام بگم، اساتید موظف نیستند که منابع امتحان رو دقیقا بگن بهمون. یعنی نمیگن که آقا شما برو مثلا کتاب X رو بخون
این کتاب تکستبوک من هستش، من از این سوال میدم، یا مثلا کتاب ایگرگ رو بخون حتما سوال از این میاد. در نتیجه رفرنسش بازه، شما یعنی هر منبعی رو بخوای میتونی بخونی. کلا ازتون انتظار میره که آقا به عنوان مثلا یک دانشجوی دکترا یک سوال کارشناسی، حالا اینجا استثناء مثلا یک سوال کارشناسی بهتون دادن، شما بدونین که بگین که آقا این تو کتاب نبود، این تو جزوه نبود، بهانه های عادی که مثلا دانشجوها میارن، بتونید این سوال رو حل بکنید. یعنی اینطوری قضیه، مثلا جریان اینه. اما یه نکته مهمی که اینجا هست، اگه احیانا شما به کتابی خیلی نیاز واجب داشته باشین، مثلا یه کتابی جدول داشته باشه، حالا یه سری این کتابای مثلا دیزاین طراحی هستش، نمودار یا جدول داره، شما با یک سری مقادیر رو مثلا بخونید از جدول، یا مشخصات مثلا مقاطع و اینجور چیزا، این مدل منبع اگه باشه و برای امتحان شما ضرورت 100% داشته باشه و بدون اون احیانا مثلا نمیتونید بخشای از امتحان رو بنویسید، حالا مثلا امکان داره از آیین‌نامه مجبور باشید استفاده کنید، از این جور کارا، اگه حالا همچین کتابی مورد نیازتون باشه، استادا سعی می‌کنن یه جوری این کتاب رو براتون تهیه بکنن، حالا یا از مثلا کتابخونه شخصی خودشون بهتون میدن اون کتاب رو، یا حالا مثلا از دانشگاه یه جوری قرض میگیرن، یک جوری به هر حال این منابع بهتون میدن، این منابعی که اینقدر ضرورت داره برای امتحان، که شما بدون منبع نمونید و احیانا ضرر بکنید و نمرتون کم بشه. من تجربه‌ام کامل راجع به این قضیه گفتم که از این گوشه بالا میتونید ببینید که من چطوری شد اون کتاب رو گرفتم و کلا استادای کانادا اینجا سعی میکنن هوای دانشجوها رو داشته باشن. خب در نتیجه حالا منابعی که شما به هر حال انتخاب میکنید، منابعتون رو یه سری منابعی که آزاده، منابع ضروری هم احیانا میگیرید و شروع میکنید به خوندن، مثال حل میکنید، مثلا کتاب رو میخونید، تمرین حل میکنید و سعی میکنید مفاهیم رو برای خودتون مرور کنید و آماده میشید برای امتحان دیگه. فقط نکته مهمی که این امتحان داره این که این مقدار سطح سواد شما نیازه که از اون سطح دانشجوی کارشناسی مثلا بالاتر باشه. خب کارشناسی در چه حده؟ شما مثلا امتحان رو بخون، جزوه رو بخون، پاس بکن، برو مثلا دیگه خداحافظ با درس، مثلا اینجور مدلایی که به هر حال توی مثلا کارشناسی حالا لزوما ارشد هم هستش دیگه. اما اینجا نه، اینجا به هر حال یه سری درک عمیق و مفهومی انتظار دارن از شما، اینکه مثلا سوال‌ها رو دیگه بدون اینکه میگم مثلا اتکا به جزوه یا رفرنسی خاصی باشه شما بتونید حل بکنید. امتحان کتاب بازه، من خودم داشتم حل می‌کردم، مثلا سوال آمار بود یا سوال تحلیل بود، کتابو گذاشتم جلوم، مراحل رو دنبال کردم. به هر حال نمیشه کلی فرمول رو از فرمولای مثلا سخت و حفظ کرد، اصلا انتظار حفظ کردن هم ندارن. اما به هر حال نیازه که بدون شما نیاز دارید که بدونید در حالت کلی مثلا یه سوال بهتون داد چطوری حل میشه، بدونید که هی بخوای مثلا هی فلش بک بزنید به جزوهتون یا مثلا به کتاب خاصی یا همچین چیزی. خب حالا امتحان چطوریه؟ همونطور که گفتم امتحان دو بخش داره، بخش کتبی و بخش شفاهی که یه مقدار شاید استرسا باشه. اول راجع به بخش کتبی و سختی سوالها صحبت بکنم. امتحان اینطوری بود که 4 ساعت وقته، از ساعت 9:30 صبح تا 1:30 بعد از ظهر. سوالها توی سایت مثلا پورتال دانشگاه باز میشه، یه پورتالی دارن که کورس‌ها و اینجا مثلا کورس‌ها و درس‌ها و اینا اونجا هستش دیگه، اکثر دانشگاه‌های ایران هم دارن این قضیه رو. سوال ها اونجا آپلود میشه و سوال رو من مثلا دانلود کردم راس ساعت 9:30 و دیگه شروع کردم به نوشتن دیگه. سوالا تو پی دی اف، حالا هر جور که بخوام میتونم بنویسم، میتونم رو کاغذ بنویسم بعد اسکن کنم، یا من خودم به شخصه تو تبلت هم نوشتم و خیلی بهم کمک کرد، سعی تونستم بنویسم پی دی افش کنم و آپلودش کنم. تعداد سوالا رو بخوام بگم، ببینید کلا هر درسی بین 3 تا 4 تا سوال پرسیده میشه و سوال ها هم یه مقداری از نظر محاسباتی یه مقدار حجمشون برای من زیاد بود. حالا من با بچه های سالهای قبل که صحبت کرده بودم، ترمای قبل که مثلا امتحان جامعه رو داده بودن، یه مقداری مثلا مفهومی تر بود، اما از قضا برای من یه مقدار سختی محاسباتی سوال زیاد بود. مثلا من سوال رو بلد بودم حل کنم و مثلا شکل رو میدیدم، میدم آره این باید اینطوری حل بشه، ولی حجم محاسباتی که از من میخواستن زیاد بود و من کاری که کردم کلا فقط مثلا نوشتم که آره این اینطوری، مثلا توضیح دادم به انگلیسی براشون که آره این سوال اینطوری حل میشه، اما مثلا there is no time، مثلا وقت نیست و من مثلا رفتم سراغ سوال بعدی. به این صورت یه مقدار از نظر زمانی امتحان، حالا از نظر زمانی که نمیشه گفت، 4 ساعت به هر حال دیگه 5 ساعت 6 ساعت که نمیشه، بهتر بگم از نظر حجم محاسباتی یه مقدار امتحان سنگین بود و حالا مثلا شما باید دستتون تند باشه توی حل کردن دیگه. سوال رو دیدید باید سریع مثلا شروع کنید به نوشتن دیگه، بخواید خیلی فکر بکنید روش که مثلا این سوال چطوری حل میشه، این سوال جوابش مثلا چطوریه، اینا دیگه مقدار وقت کم میارید. همین اتفاق نزدیک بود برای من هم بیفته که من مثلا سوالهای درس تحلیل سازه رو، اولین درسی که امتحان سوالاش برام بود و نصفشو پریدم از روش، دیدم واقعا داره وقت میگیره، رفتم فولاد و آمار رو حل کردم، بعدش برگشتم به
سراغ سوالای تحلیل سازه که تونستم به موقع تمومش بکنم. یه مقدار از این نظر باید سریع بنویسین. یه نکته خیلی مهمم که وجود داره اینجا، حالا این نکته هم برای امتحان کتبیه هم برای امتحان شفاهی، هر مفهومی رو که بلد نیستید یا مطمئن نیستید، همونطوری که میگم یعنی بگید که من این مفهوم رو بلد نیستم یا این مفهوم رو مطمئن نیستم ولی احساس میکنم که اینطوریه. اگه مفهومی رو شک دارید و مثلا روش پافشاری کنید که درسته، این به ضرر شما تموم میشه، هم توی امتحان کتبی هم توی امتحان شفاهی به ضررتون تموم میشه. من مثلا خب خیلی سوالا بود، مثلا دو سه سوال بود آقا بلد نبودم، مثلا آخرش مثلا حتی یه سوال تحلیل کامل غلط حل کردم، فهمیدم بعد آقا این سوال کامل غلط حل کردم، نمیدونم چطوری حل میشه این سوال. یا مثلا تو امتحان شفاهی هم که حالا جلوتر توضیح میدم همینطوری گفتم من مطمئن نیستم این اینطوری باشه یا نه، الان مثلا کانفیوز شدم، گیج شدم مثلا، یا این قضیه مثلا شک دارم مثلا نسبت بهش، که خب اونجا بود که مثلا استادا سعی کردن که حالا بیشتر توضیح بدن. من اینجا امتحان رو این سوال بخش شفاهی رو نگه میدارم، دوباره میپرم بخش کتبی، نمیخوام خیلی وارد شفاهی بشم فعلا، امتحان شفاهی بشم. ولی خب به هر حال تو بخش کتبی هم شما هر بخشی که هر سوالی هر مفهومی هر کانسپتی رو که مطمئن نیستید یا بلد نیستید بنویسید که من مطمئن نیستم، فرض میکنم که اینطوریه، حلش کنید. احیانا بخواید رو بخش مثلا رو اون چیزی که غلطه پافشاری کنین، اینجا خیلی اوضاع خطرناک میشه یه خورده. این نشون میده که خب مثلا شما سوادتون آن کس، به قول معروف میگن آن کس که نداند و نداند که نداند، مثلا حالا بقیه شادم نمیاد، ولی اگه نمیدونید بگید که نمیدونید یا مثلا اینطوری دیگه، قضیه اینطوری باشه خیلی بهتره براتون. حالا بریم سراغ امتحان شفاهی. و خب امتحان شفاهی چطوریه؟ امتحان شفاهی قبل امتحان من خیلی استرس داشتم که مثلا قراره چی بشه اینا، ولی یه نکته خیلی خوب اینه که اینقدر اون جوی که از من داشتن امتحان میگرفتن صمیمی و حالت مثلا مهربان بودن که اصلا من هیچ استرسی نداشتم. امتحانم که خب قاعدتا آنلاین با زوم داشتم مکاتبه میکردم دیگه، هیچ استرسی نداشتم و خیلی مثلا ریلکس، همه خیلی مثلا اول از همه استاد رئیس جلسه پرسید که مثلا اوکی حالت خوبه میخوای سوالا رو شروع کنی، گفتم آره اوکی مثلا سوالا رو شروع کنی، خیلی مهربون استاد اول، خیلی آروم پرسید استاد دوم، یعنی یه جوری که فضا خیلی صمیمیه، خیلی دوستانه است، حالا حداقل تجربه من اینطوری بود. و دنبال میدید چیه؟ دنبال اذیت کردن شما یا دنبال مثلا مچگیری که شما رو مثلا بسوزونن نیستن. این یه پوینت خیلی خوب بود که من واقعا راجع به امتحان شفاهی دوست داشتم. مثلا خب من قاعدتا دو تا سوال رو حداقل کامل بلد نبودم، یعنی بد نوشته بودم، ناقص نوشته بودم. سوال پرسیدن که نظر راجع به این سوال چی، من گفتم که آقا این سوال کامل مثلا اشتباهه، من اینجا مثلا بد سوال رو حل کردم. گفت حالا روش درستش به نظر چطوریه؟ من خب روز بعد امتحان کتبی رو سوالا فکر کردم دیگه، مثلا میتونیم رو سوالا فکر کنیم که جواب درست رو بگیم مثلا روز بعد امتحان. گفتم که من به نظرم اگه از این روش و این روش استفاده می‌کردیم خیلی بهتر می‌شد. گفت آره درسته. حالا یه خورده بیشتر توضیح بده. من گفتم آره مثلا معادله ها رو اینطوری می‌نویسیم، این فرمول هم اینطوری می‌نویسیم و بعد مثلا رابطه تعادل می‌نویسیم و مساوی مثلا صفر می‌ذاریم و حل میشه قضیه. گفت آره این درسته مثلا. یا بعد مثلا یه سوال دیگه گفت که حالا این سوال چی مثلا؟ من گفتم که این سوالو بلد نیستم. این سوال حالا این سوالی که دارم میگم برای مثلا آمار بود یا مثلا برای سوال فولاد بود. گفتم مثلا اینو اصلا بلد نبودم. سر امتحان واقعا وقتم نداشتم، خیلی نمی‌تونستم فکر کنم. همونجا استاد مثلا با سوال‌های مرحله به مرحله پرسیدن تلاش میکرد که من خودم مفهوم رو بفهمم. خب یعنی میپرسید خب بیا مثلا یه استپ بریم عقب، مثلا یه مثلا سیستمی که داریم اینطوریه، وقتی که این مثلا چیز بهش اعمال بشه قضیه چی میشه؟ من گفتم خب اینطوریه. بعد حالا مرحله به مرحله با سوالاش من رو میبرد جلو که من یه سری چیزا رو فهمیدم. گفتم آه مثلا آره این قضیه این بود، من آره من اصلا اشتباه کردم، مثلا من اصلا بهش فکر نکردم. گفت آره مثلا این پوینت من بود که داشتم ازت سوال میپرسیدم. یه سری جاها مثلا آخرش نفهمیدم، گفتم والله من اصلا الان مثلا مطمئن نیستم مثلا چی دارم میگم درسته یا نه، من کلا یه سری مفاهیم قاطی کردم. و استاد گفت باشه اوکی مشکلی نیست، من برات یه دونه مثلا یه دونه فیدبک برای امتحان فالو آپ برات میفرستم، میگم که این قضیه چی و مثلا اینجور چیزا. در نتیجه میخوام بگم که اگه شما امتحان کتبیتون رو تا حد خوبی خوب بدید، یعنی مثلا اون مرز پاس شدن رو برسید، استادا سر امتحان شفاهی دنبال اون نیستن که اذیتتون بکنن، بیشتر دنبال اینن که اون اشتباهات شما رو یه جوری با سوال پرسیدن، یه جوری با مثلا توضیح دادن و هی مثلا مرحله به مرحله شما رو جلو بودن، یه جوری میخوان شما خودتون بفهمین. اگر هم نفهمیدین و بلد نبودین بگی مثلا من دو سه بار گفتم من بلد نیستم، من مطمئن نیستم، گفتن اوکیه و نگران نباشو، ما مثلا امتحانات تو خیلی خوب بوده دیگه، طبیعیه این در حد مثلا ندونیم، انتظار ندارم بدونی، ولی به هر حال مثلا برات یه فیدبکی بعدا میفرستیم مثلا همچین چیزی.
در نتیجه جو امتحان شفاهی خیلی آرومه، خیلی مثلا محیط صمیمی، اصلا استرس. من خودم حالا تقریبا آدمی هستم که قبل امتحان خود استرس میگیرم، یعنی مثلا مضطرب میشم، اما سر جلسه واقعا اینقدر فضا خوب بود، خود همه سوال اونایی که داشتن سوال میپرسیدن از من مثلا چیز بودن، خیلی آروم بودن، خود منم لبخند داشتم، کلا هیچ استرسی نبود واقعا سر این قضیه. یه نکته هم بگم، کسایی هم که از من سوال میپرسن همون کسایی هستن که سوالها رو تر کردن دیگه، یعنی همون روز که امتحان جامع اعلام شد بهم برام یه لیست اساتید اومد، گفت که آقا این سه تا استاد برای تو سوالهای سه تا درس رو طرح میکنن، در اینچه همون استادا هم روز امتحان شفاهی از من سوال پرسیدن، در اینچه این کسایی که میگم سوال پرسیدن از اونجا میاد. اینو من یادم رفت بگم که اینجا الان اضافه میکنم. در نتیجه نگران امتحان جامعه دکترا نباشین، کلا امتحان نمیخوام بگم آسونیه، ولی آنچنان سخت و وحشتناک و کابوسوار هم نیست. آره یه ماه یک ماه شاید نیاز براش بخونید، باید وقت بذارید براش، باید برنامه‌تون رو تنظیم بکنید، اما وقتی که اگه خوب بخونید قاعدتا امتحان براتون، اون گذروندن امتحان براتون آسون میشه و دیگه نگران نخواهید بود مثلا سر جلسه. اگه میگم مفاهیم رو خوب کاور کرده باشین، خوب پوشش کرده باشین، امتحان رو به سلامت میگذرونید و اصلا امتحان غولی نیست. قبلش شاید خیلی غول به نظر می اومد و حتی اون لحظه که من داشتم امتحان کتبی رو می نوشتم هم خیلی مثلا تحت مثلا یه خورده، خب به هر حال سخت بود دیگه، محاسبات زیاد و 4 ساعت وقت، ولی الان که دارم به عقب نگاه می کنم اینم واقعا امتحان مثلا آسونی بود، اونقدره که فکر می کردم امتحان جامعه مثلا اینطوری نبودش، خیلی منطقی تر و بهتر بود امتحان از اون چیزی که من تصورش داشتم. خب این بود تجربه من از امتحان جامعه. حالا توی ایران هم این امتحان برگزار میشه، اگه شما امتحان جامعه رو توی ایران دادید تجربهش رو برام توی کامنت ها بنویسید، چون من خودم خب ندادم قاعدتا امتحان جامعه رو دیگه، دوست دارم بدونم که یه حالت مقایسه ای طور بشه. حالا اگه این دو شما لطف کنید و کامنت های زیادی بذارید، من شاید یه ویدئوی مقایسه امتحان جامعه با ایران هم بتونم درست بکنم که این ویدئو خیلی مفید میشه برای کسایی که میخوان مثلا آشنا بشن با امتحان جامعه یا به هر حال میخوان اطلاعات کسب بکنن. پس اگه اطلاعات راجع به امتحان جامعه تو ایران و نحوه سوالاتش دارین، خیلی ممنون میشم که توی کامنت ها برام بنویسید و من بتونم یه ویدئوی خیلی بهتر راجع به این قضیه درست بکنم. خیلی ممنون که این ویدئو رو دیدید. من سعی کردم تجربه امتحان جامعه خودم رو جامع و کامل بهتون بگم، امیدوارم که اطلاعات مفیدی بهتون داده باشم. تو ویدئوی بعدی میبینمتون. خدا نگهدار.